سلام، من مستر ای هستم و صدای من رو از چنل دانستنی های باحال میشنوید. بحثی که ما امروز میخواییم راجبش حرف بزنیم و اطلاعات عمومی بیشتری ازش در بیاریم، صنعت اسپورتسازی خودروه. خب احتمالا همه تو خیابون دیدیم ماشین های اسپورتو که خیلی از جوان ها دارن انجام میدن، تو مسابقات انجام میدن. در اون زمان های اول این خودروهای اسپورت برای ماشین‌های مسابقه‌ای فقط طراحی می‌شد، تا که جنگ جهانی دوم شروع میشه و کلاً همه یادشون میره. بعد از جنگ جهانی دوم بازم تولید ماشین‌های اسپورت آغاز میشه و رونق خیلی زیادی میگیره. در سال 1919 انگلستان و آلمان شروع به تولید خودرو اسپورت می‌کنن که بیشتر این خودروها بدون سقف و دو نفره بوده و پس از مدتی ایالات متحده آمریکا هم وارد این سند میشه و ظاهر ماشینا رو عوض میکنه. در سال 1928 برای اولین بار یکی از انقلابایی که اینجا میشه، خودروسازان آمریکایی رو ماشیناشون ضبط میذارن. خود دیگه خیلی هم مردم تا موقع ضبط نمیدن، حالا نمیدونن چیه و فلان و بهمان و انجور حرفا، و مردم استقبال خیلی خوبی میکنن و این حرکت میتوان شروعی برای اسپورت کردن ماشین ازش نام برد. بعد اینکه خودروسازان آمریکایی رو ماشیناشون ضبط میذارن، کمپانی‌های دیگه هم به فکر ایجاد تغییرات رو خودروهاشون میفتن که چرا ما هر سال باید مثلا یه مدل ماشین بدیم. دیگه از سال 1928 هر ساله خودروسازان کشورهای مختلف که محدود به اروپا و آمریکا بودن، هر ساله تغییرات جدید رو خودروهای خودشون لحاظ میکردن و شرکت‌های بیمه هم بنا به مدل خودرو و میزان اسپورت ماشین با معادلات ریاضی هزینه بیمه ماشین رو حساب میکردن. تغییرات مرتب و ظاهرهای زیبا و جدید خودروها باعث فروش بالای این ماشین‌های اسپورت میشه. ولی مشکلی که پیش میاد تا موضوع اسپورت ماشین به شکل جدید و جدیدتری از طرف مردم استقبال بشه، اینه که خودروهای جدیدی که وارد بازار میشن و همه مردم توان خریدشون رو ندارن و فقط مورد توجه یه سری عام قرار میگیره. دیگه با اومدن هی ماشین‌های جدید، کاهش قیمت تو ماشین‌های قدیمی خیلی رواج پیدا می‌کنه و خیلی قیمتاشون میاد پایین. و این اومدن پایین برخلاف این که همه فکر می‌کردن شاید به ضرر باشه و قیمتو بیاد این پایین، به نفع میشه. چون اونایی هم که توان خرید نداشتن همه به سوی میرن و ماشین‌های قدیمیشون رو می‌خرن. حالا یه اتفاق جدید میفته. اونم اینه که کمپانی‌های بزرگ خودرو اول در آلمان و در ایتالیا به فکر ساخت شرکت‌هایی برای اسپورت ماشین می‌افتن. که کار آقا اینا چی بوده؟ ماشین قدیمی و از مثلا ماشین قدیمی که کمپانی خودشون بوده رو میان چراغ، زب، فرمون، فلان، بهمان، روکه صندلی و اینای ماشین های جدیدشون رو میذارن روش، یعنی اونا رو هم جدید میکنن و خیلی ایده پولسازی براشون میشه. هم ظاهر خود رو تغییر میدن و هم شاید در بیشتر موارد کارهای ماشین اصلا تغییر میکره. این شرکت هایی که آلمانو ایتالیا میزنن انقلابی در صنعت اسپورت ماشین محسوب میشده. این ابتکار عمل در اسپورت کردن ماشین که برای اولین بار از طرف کمپانی بزرگ بنز انجام شد، با استقبال بی‌نظیر مردم روبرو میشه و به مرور شرکت های مجموعه فروش مجزا برای ارائه لوازم اسپورت ماشین رو اندازی میکردن. حالا بنز اومده مثلا این شرکتی که زده چی کرده؟ اومده گفته آقا هر کی ماشین جدید یا قدیمی داره، من یک چیزایی متفاوت درست میکنم، مثل چراغ، مثل لامپ، مثل دستگیره، مثل نمیدونم فرمان، مثل روکش صندلی، مثل بوق، که تو هیچ ماشینی شما نمیبینید. دوست داشتین به این فروشگاه ها بیاین و خرید کنید و رو ماشینتون نصب کنید. و این شد که صنعت اسپورتسازی ماشین از سال 1928 شروع شد و تا الان در تمام کشورها، حتی در ایران، شما این صنعت رو دارین میبینید. امیدوارم خوشتون اومده باشه. این پست دو قسمت داره. قسمت اولش که امروز بود برای صنعت خودروسازی در کشورهای اروپا، آمریکا، آلمان، ایتالیا، و قسمت دومش برای خودروسازی و صنعت اسپورتسازی در ایرانه که اونم به زودی براتون آماده میکنمش. اگه خوشتون اومد، اطلاعات عمومیتون رفت بالا، چیزی یاد گرفتید، حتما ما رو لایک کنید، ممنون میشم. یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید، اینستا ما رو فالو کنید، کامنت برامون بذارین که دیگه راجع به چه چیزهایی براتون حرف بزنیم. دوستتون دارم. خدا نگهدار.